اعدام در عربستان امری تازه نیست اما در دو سال اخیر برخلاف تلاش های زیاد محمد بن سلمان ولی عهد سعودی برای نشان دادن تغییر در روی کرد و سیاست های کلی حکومت سعودی اما مقوله اعدام نه تنها اعمال می شود بلکه نسبت به قبل هم افزایش چشم گیری داشته است. همین امر موجب شد صدای اعتراض سازمان ها و نهادهای های و حقوق بشری علیه حکومت سعودی درآید. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. عربستان همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدامها را دارد. در همین حال منابع خبری گزارش دادند که دستگاه قضایی سعودی احکام اعدام تعذیری علیه محمد آل تهنون، مصطفی ابو شاهین و عبدالله قزوی را صادر کرد. در پی صدور این احکام جدید یک بار دیگر صدای اعتراضی سازمان ها و نهادهای های بین المللی حقوق بشر در آمده و نسبت به این اقدام اعتراض کردند. در همین راستا سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که در حال حاضر 59 نفر دیگر در عربستان در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان به عدم شفافیت در رسیدگی دولت سعودی به پرونده اعدام و محرمانه بودن شدید آن اشاره کرد که مانع از مشخص شدن تعداد واقعی افرادی که با این مجازات روبرو هستند می شود. با تشدید سرکوبگری، بازداشت مدافعان حقوق بشر، ممنوعیت هرگونه فعالیت مدنی و ارعاب خانواده ها در عربستان، دسترسی به اطلاعات محکومان دشوارتر شده است سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر اعلام کرد که محاکمه ها در عربستان فاقد شرایط عدالت است و بسیاری از محکومان در مراحل مختلف محاکمه تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند بر اساس این گزارش در دوره سلطنت ملک سلمان پادشاه فعلی عربستان هزار نفر اعدام شده اند. 165 حکم در سه اعدام دست جمعی در ژانویه 2016، آوریل 2019 و مارس 2022 اجرا شد. از میان هزار اعدام، دوازده مورد اعدام افراد زیر سن قانونی بوده که بیشتر آنها بعد از سال 2018 انجام شده است. عربستان سعودی با وجود ادعاهای خود در سال 2020 مبنی بر توقف اعدام نوجوانان صدور و اجرای احکام اعدام مربوط به نوجوانان را متوقف نکرده است. همانطور که در جوان 2021 مصطفی درویش نوجوان اهل قتیف را اعدام کرد، و دست کم 21 کودک زیر سن قانونی به اتهامات واهی در زندانهای این کشور به سر میبرند و 8 تن از آنها نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند. علی اکبری اخبار شیعه